امروز میخوایم فرق مثقل و ملین رو بگیم، چیزی که مردم بهش دقت نمیکنن و با خیال خیلی راحت خیلی از مثقلات رو عین سنا عین صبر زرد رو استفاده میکنن. سلام دوستان خوب من، محسن شجاعی هستم از محسن بیوتی کازمتیک. امروز با یه ویدیوی جدید اومدیم تو خونه هاتون. امروز میخوایم بگیم که مثقل و ملین چه تفاوتهایی با هم دارن و کی از هر کدوم از اینا باید استفاده بکنیم. توی تعاریف شاید فکر کنید مثقل و ملین یکی هستش، ولی یک تفاوت‌هایی با هم دارن. مثقل قوی تر از ملینه، به خاطر همین توی طب سنتی توی شرایط خاص ازش استفاده میشه و توی همه حال‌ها استفاده ازش نمیشه. من یه ویدیو در مورد سنا درست کردم، توی اونجا توضیحات کامل رو دادم. مثلا یکی از مثقلات سناه، یکی دیگه‌اش صبر زرده، مثلا این سیاه توسه. نگاه بکنید از اینا باید توی شرایط خاص استفاده بکنیم، چون قدرت زیادی دارن و اصلا نمیذارن اون مواد غذایی توی بدن بمونه و بخواد موادش رو و یا املاح و ویتامین هاش رو به ما برسونه. میریم سراغ ملین ها. ما دو مدل ملین داریم، ملین های موسیلاژ دار، ملین های قندی، که من پیشنهادم اینه که از اینا استفاده بکنید و طب سنتی هم همین رو میگه. یعنی مردم عادی توی شرایط عادی از این ملین ها استفاده کنن. ملین های موسیلاژ دار یا لعاب دار مثل چی؟ مثل خاک شیر، مثل تخم ریحان، مثل بارهنگ، مثل اسورزه و حالا گیاهان دیگه. یه مثال میزنم مکانیزم عمل رو ببینیم چگونه است. مثلا بارهنگ سبب جذب آب در مجاری گوارشی میشه و به خاطر موسیلاژی که داره حجم مواد دفعی رو زیادش میکنه. همچنین محرک حرکات دودی روده هستش که توی این حالت باعث میشه عمل دفع توی زمان مناسب انجام بگیره. یه ملین دیگه هم داشتیم به اسم ملینای قندی. این شیرخشت، شکرتیغال، انجیر، که توی این ملینای قندی مثل ترنجبین و شیرخشت اگر دقت کرده باشین کودکانی که دچار یبوست شدن از شیر خشت استفاده میگم بکنین، که اون ملین قندیه و ضعیفتر هست نسبت بقیه ملین ها. میبینید طب سنتی اومده گفته این اثری که میذاره روی فرد بسیار بسیار اندکه، به خاطر همین میگن اون بچه بیاد از این ماده استفاده بکنه که ضرر کمتری بهش برسه. بعضی از روغن ها هم هستن که هم مثقلن هم ملین، که مدل های مختلفی وجود داره. این کرچک که بدون تحریک روده باعث اسهال میشه و دفع میکنه ماده رو. یه بار دیگه شعارمون رو با هم دیگه میگیم، سبک زندگی سالم استفاده درست از گیاهان داروییه، نه استفاده از گیاهان دارویی به هر شکل و به هر روشی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، دلتون شاد و قلبتون عاشق.